عرض سلام و احترام به پایان با شما بیننده های عزیز برنامه نوبتی رواندرمانی را از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌داریم. امروز به همه سوال های شما پاسخ می‌گویند روانشناس نفیسه یونسوا. چون همیشگی طول هفته یک قطار بیننده های ما به عنوان برنامه ما سوال های خود را ارسال نمودند که عین زمان من آنها را یک و یک می‌خوانم و به همه آنها روانشناس ما پاسخ می‌گویند. یک نفر بیننده ما می‌نویسد: با امر تقدیر شوهرم 10 سال پیش وفات کرد. فرزندانم را تنها با مشقت های زیاد کلان کرده ایستادم. چقدر که دخترانم کلان تر شده ایستادند، همون قدر من آنها را نمیفهمم. دختر کلانیم از من تماما راضی نیست. می رنجد که من سخت گیرم. یکی از مشکلات های مادر این فرزندی که به بلاغت رسیده ایستاده است، کلان شده ایستاده است و دوچار شدن والدین با تغییرات هایی که در فرزند با وجود می آید بعضاً ناگهانند، یعنی گفتن ممکن است که آماده نیستند و والدین فکر میکنند که فرزند من همون کودک خردسالی که مشکلات نبود و در تربیه او گپ درو بود مثلا، و ناگهان دچار شدن با تغییرات هایی که در فرزندش دچار می شود، البته والدین را در یک حالت ناگوار میگذارده. و مادری که امروز به ما مراجعه نموده است، معلوم است که مشکلات های زیاده را که در تربیه فرزندش اثر گذارانده است، منتظر چی است؟ منتظر اون است که فرزند قدر میکند و همون مناسبت و رفتارش را موافق انتظاری های مادرش می سازد. اما بینید که حیات بسیار چیزی مرکب است و والدان باید آماده باشند به آن که کودک روز تا روز تغییر یافته استاده است، ترقی می یابد، دیگرگون می شود و اکنون اون ارزش هایی که در کودک پیش وقت بود، وقتی که به دوره نورسی قدم می گذارد، البته دیگرگون می شوند و مناسبت نورس به کلان سالان، به همسالان، اومد به حیات، به محیط گرد و اطراف دیگرگون می شوند. و ما به واسطه در این مراجعت با مشکلات مقرری والدین دچار می شویم که عادتاً والدین را چی به تشویش می آورد؟ انا همه تغییرات هایی که در فرزند وابسته به سن و سالشان پیدا می شود. یعنی نورس فرزند رو به ترقیه دارد و گذریش از دوره بچگی به دوره نورسی یعنی کلان سالی دارد، که این البته در مادر و فرزند نفهمی ها رو و بسیار وقت نیزه ها رو به وجود میارد. سوال به میان میآید که چی باید کرد در این حالت ها وقتی که فرزند دیگرگون می شود، تغییر می یابد، طلبات های و دیگرگون می شود، معاشرت رفتارش دیگرگون می شود که خاص دوره نورسی هست. ما روانشناسان چنین مصلحت می دهیم که از بس که کلان سال هست وی خیردمند است، فهمیش کلانسال دیگر است، باید این دوره را با موفقیت اثر گذراند. برای این صبر و طاقت لازم، چون که این دوره دوره گذریش است و عادتا اگر رفتار والدین درست باشد با موفقیت انجام می‌یابد و مناسبت والدین مادر در مثال ما با فرزندش متعدل می‌گردد. گپ در این است که در دوره نورسی پروسس هیجان نسبت به پروسس بازداری در مغز سر برتری میکند و از این رو نورسان اگریسیو نوب میشوند، در هیجان بیشتر قرار دارند، صبر و طاقت در آنها دیده نمیشود که خیلی که گفتم وابسته است به تغییرات های فیزیولوژیکی که در ارگانیسم نورس میگذرند. و والدان ما باید این چیزها رو دانند که در این دوره سن و سالی کمی گذشت کردن لازم، صبر و طاقت لازم است و نورس رو همچون کلان سال قبول کردن لازم است. در این حالت ها این مشکلات ها آهسته آهسته از بین میروند.
زندگی به زینه پایه‌ای که بالا میبرد مانند نبوده بلکه به درخت شبیه هست و والدین زینه های اول نی بلکه ریشه می باشند. بی ریشه نه پایه حاصل می شود و نه برگ های سبز. بی ریشه درخت می میرد. پدر و مادر برای قدم اولین من را گذاشتند، ما را دستگیری کردند. ما باید برای قدم های آخری نشان را گذاشتن دستیار باشیم. یک نفر بیننده دیگر ما می نویسد: هر روز با مادرم و اهلی اویلمان برای کار اینو چیز نیزام می کنیم. خودم را اداره کرده نمی توانم. چیکار کنم؟ در همین ردیف یک نورس دیگر هم می نویسد: با مادرم دایما برای مسئله اینو چیز بحث می کنیم و بعدا سخت پشیمان می شوم. چیکار کنم؟ با من یکان مسلحت دهید. خوش می کنم. بینید که چخل مکتوب ها با هم موافق آمده استودن. همین در نمی. و سوال یکم، مکتوب یکم از طرف مادر بود. اکنون بینید که از طرف خود نورسان است. و ببینید که باز هم مسئله گذاری نورسان تصدیق همون چیزهایی است که پیش از این ما علاقه شرح دادیم. همتر نمی، یعنی سخن درباره اون می رود که تغییرات فیزیولوژی که در ارگانیسم نورس با وجود می آیند حالت روانی او را دیگرگون می سازند. و بینید که صبر و طاقت، هیجان و کی بلند که از طرف نورسان اکنون افاده شده استودند، باز هم همین مسئله را تصدیق کرده استوده است. یعنی در حقیقت با ما روانشناسان برای مشورت بعضا نورسان مراجعت میکنند و عینن همین حالت ها را نیز آنها تصدیق میکنند که من تغییر یافتم، من دیگر شدم، من بسیار رنجور شدم، سخن را نمی بردارم، گپ را نمی بردارم و بعضا میخواهم خودداری کنم. وقتی که مادرم یا پدرم گپ میزنم یکی خودم را داشته نمی توانم. و از این بینید که نورسان هم در تشویش هستند و باید گفت که باز هم سبب در تغییرات های فیزیولوژی هست. کمی وقت لازم است که در ارگانیسم نورس این تغییرات ها یعنی در موازنت شوند و خود از خود این چیزها میگذرند. لیکن یک خطر هست، اگر سری وقت این مناسبت ها برای مثبت به یک جریان مثبت گذرانده نشوند، یک عادت می شود و همچنین خصلت خاراکتر هم مستحکم شده، بعد از آن مشکلات ها زیاد شده داشت ممکن در حیات. انسان برای به دست آوردن صبر و بردباری و همین طور رسیدن به حکمت و دانش سودمند باید سرد و گرم زندگی را بیچشد و از امتحانات زیاده سربلند بیرون آید. بیننده های عزیز، یادآور می شویم که برنامه روان درمانی است و شما می توانید طول هفته سوال های خود را به پشت الکترونی یا تلفن های ما که هر لحظه روی اکران های شما نمودار می شوند روان نمایید. به همه سوال های شما روانشناسان ما حتما پاسخ می گویند. کامران از شهری دوشنبه می نویسد: اولادار شدنم رو 15 روز می شود، اما همسرم پسندم نیست. فیغان عجایب جوانه که همگی 15 روز تجربه حیاتی اولادی دارد و علاقه در شکایت است و در تشویش است. متاسفانه اخباراتی که این جوان می دهد بسیار مختصر است و ما نمی دانیم که وی چطور اولادار شد. آیا اویلداری او انتخاب خودش بود یا اینکه انتخاب والدین بود و چی سبب شد که یکی یک باره ممکن که علاقه در 15 روز اکنون آدم میبیند که انتخابش خطا است. در اینجا معماهای زیاد است روزی شوید که ما
اونها رو نمیدونیم و یک مصلحت به این آدم مصلحت عمیق داده نمیتونه. لیکن به هر حال 15 روز حیات اویلاوی هولو گویم معیار حیات خوشبختانه آینده رو افاده نمیکند و باید گفت که عادتا وقتی که دو جوان اویلادار میشوند این یک دوره روزها، ماها و سالهای اولی حیات این یک دوره خوشبختی است، دوره خرسندی است و شاید که این شخص، این جوان به حیات اویلاوی آماده نبودند و از حد انتظاری های زیاده داشتند و این انتظاری های آنها با حیات واقعی موافقت نآمده است، موافقت نکرده است که وی همه خیلی رو افتاده شده است و به فکر ما کمی در حالت اگریسیب نوکی حتی قرار دارد. ناامیدی همه این خیل هست و چه مصلحت دادن ممکن در این مسئله ها، مسئله های حیاتی شخص باید نه فقط درباره خودش فکر کند، درباره طرف دیگر هم باید فکر کند، درباره اون دختری که همسرش هست و علاقه همین خیل مناسبت منفی، دلخنوکی، دلسردی در این جوان نسبت به همسرش پیدا شده است. همه چیز صبر و طاقت و تحمل رو طلب میکند. یک نفر یک زن انیخترش می نویسد که صاحبی 4 فرزندم، شوهرم زنی دیگر گرفت، من چی کار کنم؟ نمی خواهم که اویلم ویران شود. می دونید برای ما روانشناسان علاقه یک علامت معین موجود است که زن روی راست می گوید که من نمی خواهم اویلم رو ویران کنم، یعنی این خانم برای اویلش مبارزه می برد و بردنی هست و نیت ویران کردن اویلا رو ندارد و باید گفت که این خوب است، این خوب است، یعنی علاقه قرار رو قبول کرده است و مراجعت این خانم به ما که چیکار کنم، چیکار کنم، علاقه معلوم است که و انتخاب کرده است چی باید کرد، چیکار کند و روی راست می نویسد من اویلم رو ویران کردم نمیخواهم، یعنی قرار قبول شد، یعنی این خانم در حالت دودیلگی قرار ندارد و علاقه قرار را قبول کرده است، بنابراین بیرق در دستش است و باید عمل کند و در مسئله های اویلاوی باز هم صبر و طاقت لازم است. وقت خودش همه چیز رو جا به جا میکند، لیکن یک چیز مدامی که این خانم این خیلی قرار رو قبول کرده است، میانش رو بسته به همه مشکلات ها باید آماده باشد، چون که مشکلات های زیادی در پیش است که ما حالا وضعیت اویلاوی رو نمیدونیم، چی سبب شد که شوهرش زن دویوم گرفته است، برای چی و اویلا رو ترک نموده است و ممکن که اویلا رو ترک نکرده است، ممکن که کمک مادی رساند، بسیار باز هم مسئله هایی هست که به ما نامعلوم است. یک چیز مهم است که زن خودش قرار رو قبول کرد و نیت اویلا رو نگاه داشتن رو دارد، این علاقه خوب است. سنگی بزرگ و وزنینی باش، زیرا هزارها خس و خاشاک و برف و لای بر سر سنگ زده خود پاره پاره می شوند، اما سنگ پای بر جا خواهد ماند. یک خانم دیگر می نویسد اولاد دارم اما فرزند نداریم، شوهرم رو اونقدر دوست نمی دارم، نفری دیگر رو دوست می دارم، دوست داشته همه گوید که از شوهرت جدا شو، من تو رو بزنی می گیرم، با من چی مسئلیت می دهید؟ می دونید همین خیلی تصورات که مشکلاتشان رو به دوش روانشناس می پرتاید، یعنی شو روانشناسان حل کنید مشکلات من رو، من این طرف روم یا این طرف روم، یعنی من دوست می دارم و تکلیف می کنن، دعوت می کنن من رو مثلا که بزنی گیرند و در اینجا بینید که علاقه مسئله معلوم هست، معلوم هست،
در اینجا یگان روانشناسی، یگان کس به شما مصلحت نمیدهد که این طرف رفت یا این طرف. این قرار خود شخص است. خود انتخاب شخص رو به روانشناسان میگذارند. درست. انتخاب رو به ما نگذارند، چون که این انتخاب شخصی هر یک آدم است. دل آدم یعنی مایل ها، خواهش هایی که وی دارد به ما اونقدر معلوم نیستند و انتخاب اکنون در دست خودشون هست. در این حالت ها عادتا نیلوفر ما به مراجع یک مصلحت می دهیم که یک ورق رو گرفته به دو قسم تقسیم نماید، و یک طرف کاغذ جهت های مثبت و طرف دیگر منفی رو اشاره نماید و قید کند که در حالتی که وای مثلا با شوهرش هست چی جهت ها طرف های مثبت دارد چی منفی دارد، و اگر تر کند بر اومده رود چی پیدا میکند، باز هم مثبت و منفی. و با دقت، لیکن حتما نوشتن لازم، و با دقت بعد از اون نتیجهش رو برآورده برای خودشون خلاصه برآورده. عقل و تدبیر ما ساخته تربیت روحی و معلوماتی است که تا امروز انداخته ایم. اگر بخواهیم بر عقل و تدبیر خود بیفزاییم، باید از فردا تربیت و معلومات بهتر و بیشتر کسب کنیم. یک نفر می نویسد که همسرم به من خیانت کرد و جوابش را دادم. اکنون او فرزندم را از من دور کرده ایستاده است. او را به من نشان نمی دهد. من چی کار کنم؟ در حالت جدا شوی، طلاق گوییم، عادتا فرزندان با مادران می مانند و انا همین حالت دائما مشاهده کرده می شود که مادران، زنها، شوهرها رو، پدرها رو از معاشرت با فرزند محروم میکنند، و اکثر وقت سبب در اون است که گویا که قصد میگیرند، گویا که برقصد میکنند این چیز رو که بیشتر همین آدم عذاب کشد، رنجد، یعنی یک تاثیر منفی رساندنی هستند به پدر کودک. لیکن این خطای کلان است. عادتا بد پشیمون میشوند و کودک رو از پدر محروم کردن نادرست است. یعنی مادر و پدر مورد طلاق، خیلی حیات همین خیلی است، معماها و کجروی های خودش رو دارد، و پدر و مادر در نوبت اول باید درباره کودک فکر کنند، درباره آینده کودک، درباره حقوق های کودک، درباره عموماً در آینده کودک چگونه شخصیت می شود، تشکل یابی شخصیت او با کدام راه می رود. و مادر بسیار خطا می کند، چون که کودک حاضر خردسال است. وقتی که وی به مرحله دیگری حیات می گذارد، به دوره نورسی، مشکلات های معین پیدا می شود که مادر بعد تنها اونها رو حل کرده نه همه وقت میتواند، و او حس میکند که به کودک پدر لازم است. بنابراین کودک رو از پدر محروم کردن، جدا کردن، این بسیار خطاگی کلان است، و در نوبت اول تاثیر منفی رو به خودی کودک میرساند، و منفیت های کودک رو مادر باید به نظر گیرد، به اعتبار گیرد، و اون حسیات ها، اون اموچه هایی که حاضر او رو فرا میگیرند، که چون که البته خود طلاق، جدا شوی که به پای، به ایز، به مشکلات، به نزاع، به جنگ و جدال نمیگذارد، عادتا عصبانیت آدم در حالت عصبانیت قرار دارد، بسیار وزنین است از جهت اموشنالی حسی. بنابراین منفعت های کودک در جای اول است. من توصیه می‌کنم که
مرد نباید دست کشد از مبارزه و کمی حضور آرام شود، چون که من حس میکنم که این مرحله تیز و تند است، یعنی اوجی گویم نزاع است. و ما نمیگویند که فرزند چند ساله است، ما نمیدونیم این را، و چند ساله نباشد صبر کردن لازم. و وقتی که مادر آرام می شود، خود همون آدم هم آرام کی شد، البته قدم گذاشتن لازم باز هم. اگر این کودک در سن تا مکتبی باشد و با باغچه رود، پدر می تواند با باغچه رفته با کودک در مشورت باشد، یا اون که مکتب خون باشد با مکتب رفته با کودکش در تماس باشد. یعنی همین ارتباطی بین پدر و کودک نباید کنده شود. پدر باید قدم گذارد برای ارتباط در معاشرت با فرزندش بودن. برای آن که به مقصدهایمان برسیم باید یک چند قربانی ها کرد. قوت و وقت خود را دریغ نداشتن، یک چند عمل ها را به خود محدود ساختن. بعضن چنان حالت می شود که می خواهی همه را به حالش گذاری و از آرزوی خود دست کشی، لیکن در این حالت به خاطر آر که چقدر برد می کنی اگر راحت را دوام دهی، و چقدر بای می دهی اگر تسلیم شوی. بیننده دیگری ما می نویسد: 5 سال پیش شوهرم با خواهش مادرش طلاقم را داد و دخترم را گرفته مرا از خانه راندند. در این بین او اویلدار شد، ولی از کاری کردهش پشایمان شده اومده خواهش کرد که برگردم و با او باشم. با من چی توصیه می دهید؟ انتخاب علاقه شد، و اگر این خانم نمی خواست که شوهرش برگردد و همراه شوند، با من مراجعه نمی کردند. همینطور نمی یعنی دودیله هست، لیکن در این دودیلگی بیشتر علاقه جواب مثبت رو ما میبینیم. چون که اگر مثلا خانم نمیخواستن، مراجعه هم ده بکردن، نمیگفتن، این کنده میشد و تمام. همینطور نمی بینید که طبیعت زن همین خیل است که زن بخشنده هست، و این برتری زن ها هست. اگر این خصلت زن ها نمیشد، شاید مشکلات های حیاتی باز هم مرکبتر و طولانی تر می شدن. و من علاقه جواب مثبت رو در این سوال حس کرده استادم. بگذار اویلا خوشبخت باشد. خیردمندی گفت: از همه داروی بهترین برای انسان مهر و محبت است. نفر سوال کرد: اگر یاری ندهد چی کار باید کرد؟ گفت: مقدارش را زیاد کنید. بیننده دیگری ما می نویسد: ما دادرمان رو خاندار کردن می خواهیم، اما یگان نفر دختر پسندش نمی آید. اینش این خیل، اونش اون خیل گفته بهانه می کند. همگان می گویند که او جین دارد. آیا این یگان حقیقت داشته می تواند؟ من فکر می کنم که در اینجا جین رو که اونها تصور کرده استاده اند، در اون افاده می یابد که حالا پخته نرسیده است برادرشان، و حالا نیافته است اون شخصی رو که گویم سزاواری مثلا اون ایدئالی که این آدم در تصوراتش ساخته است نسبت همسرش می باشد. لیکن متاسفانه اکثر وقت والدان، خیش و تباران کوشش میکنند که جوان رو مجبوراً اویلادار کنند که انا وقت گذشت، دیگر سبب ها هست. عادتاً فکر میکنن که وقتش گذشته است. ما نمیدونیم این جوان چند ساله است و برای چی این قدر وی رو مجبور کرده استودند که او اویلادار شود. گپ در اون است که سالهای اخیر بین جوانان، بین مردها
مایل به آن است که آنها کوشش میکنند که در حیات استوار شوند، یعنی یک زمینه مادی را سازند برای اولادشان، یعنی آماده نیستند. و اگر این مشکلات های مادی، مشکلات های اقتصادی یا اینکه مشکلات در آن که تحصیل را دوام دادنی هست، این جوان خیلی نقشه های گوناگون حیاتی دارد. اگر این چیزها نباشند، یعنی که صد راه این جوان باشد، ما نمیدونیم که برای چی، لیکن جین و دیگر جادو و دیگر چیزها در اینجا جای ندارد. 100% است، این معلوم است. شاید اون دختری که تابی دلش است حالا پیدا نشده است در حیاتش و جوینده یا بنده هست، البته پیدا می شود. یک نفر دیگر در همین ردیف می نویسند که من 17 سال دارم ولی اویله همون می خواهند مرا خانه دار کنند، اما من نمی خواهم. من حالا خورت هستم. بله، یک پسر. پسر می نویسد این رو. ببخشید، یک حادثه ها کم دوچار می شوند. به هر حال در جمهوری تاجیکستان سن و سال نکاح این 18 سالگی است، چی برای مرد چی برای زن. بنابراین والدینی که این پسر بچه را از 17 سالگی خانه‌دار کردنی هستند، مقابل قانون جمهوری تاجیکستان عمل کرده استودند که جوابگری سودی را البته طلب میکنند. بنابراین نفهمو است که برای چی این خیل شتابیده استودند پدر و مادر که جوان 17 ساله ای که حالا کمالات شهروندی در وی نیست و حالا کودک است و سن 18 سالگی برای چی مقرر کرده شده است برای اولادار شدن. این البته باز کمالات جسمانی، جنسی و شهروندی، یعنی گراجدانی را طلب میکنند. ما میبینیم که همه این چیزها حالا دیده نمی شوند و جوان حتی رد انکار کرده استوده است و در این حالت ها به والدین توصیه دادن لازم است که در اینجا نیز با قانون شدنش ممکن، نه فقط با فرزند خودشون، در نوبت اول در نیز با قانون هستند و برابر این در نیز با فرزند خودشون و عاقبت این گونه نکاح الکه معلومند هم تر نمی چی شدنش ممکن. برای این یعنی والدین این یک سوال بسیار خوب، یک مثال خوب، یک مراجعه بسیار خوب بود که یک درس خوب برای همه بیننده های ما شده میتواند که کوشش من میخواد در سن و سال بر وقت و اولادار کردن فرزند هستند و باید فراموش نکنند که این یک جزای جنایی خود را دارد. روز را تنها آفتاب روشن نمی کند، بعضی ها روز را در تاریکی می گذرانند، بعضی ها باشند شب را در روشنی. پس شب را چی طور روشن کنیم؟ اول روزانه راهی تاریکی را باید بست. از بی‌شرمی، گناه، ناحقی، دروغ و فریب دور شدن لازم. بعد شبانه روشنی را باز باید کرد، آنگاه چشم خواب رود هم دل خواب نمی رود. نظر روانشناسان نسبت سحر و جادو چگونه است؟ عادتا وقتی که جین میگویند یا پری یار می شود، عادتا در خلقیت میگویند، این حالت هایی می باشند که ما روانشناسان علاقمند میکنیم با بیماری های روانی، با بیماری های پسیخیکی. یعنی وقتی که در آدم گلوتناتسه و برس های گناگون پیدا می شود که این باز هم تکرار میکنم خاصی یا این گفتن ممکن است علامت و نشانه بیماری هست، کسلی روحی است. در این حالت ها ما روانشناسان مراجع خود رو با پسیخیاتر یعنی روان پزشک میفرستونیم، یعنی متخصصی که با بیماری های روانی پسیخیکی سر و کار دارند و جین و پری و این چیزهایی که در خلقیت میگویند، این چیزها، این فکرها در حالتهای پیدا میشود که شخص نمیداند با سوال چگونه جواب دهد، یعنی در جستجوی این معما، این مشکلات، بعد به قوه های الهی مراجعت میکنند.
که شاید که این یگان پری یا جین داشته باشد. از نقطه نظر ما روانشناسان حالت مقرری هست. این حالت مقرری است که شخص یعنی همین جوان جفت خودش رو نیافت حالا و برای چی ورو مجبور میکنند که وی اولادار شود با شخصی که وی نمیخواهد. ها این معقول نیست، وی معقول نیست، وی انتخاب میکند، خیلی روزی میشود که مییابد جفت خودش رو. پیش از آن که نفری را محاکمه نمایی، پایفزال او را بیپوش و راهش را تعیین نما. اشکهایش را تو نیز بریز، دردش را حس کن، به هر یک سنگی که او پیش با خورده است تو نیز پیش با بخور. یک نفر بیننده ایمو بسیار یک سوال عجیب داده است. می نویسند که خواهش میکنم بگویید با همسایه های جنجالی چگونه مناسبت کنم. همسایه های جنجالی یعنی یک تا همسایه نبوده است و یک چند تا همسایه ها بوده است، یعنی که این شخص مشکلات با یک چند همسایه ها دارد که در نزاع هستند و معاشرت خوب رو پیدا کرده نتوانسته استاده اند و باید گفت که این شخص یک مرتبه باید به خصلت های خودشان نظر کنند، تنقیدانه نظر کنند که چی خطاگی ها کردن. وقتی که با یک همسایه در نزاع هست، با دو همسایه این فهمو هست، گفتن ممکن است که همون از طرف همسایه یکون مثلا خیلی مناسبت منفی بود، لیکن وقتی که با کلی همسایه ها است، شخص باید تنقیدانه به خودش نظر کند، تحلیل کند رفتار من چگونه هست. برای چی این خیال است که یک چند شماره زیادی مثلا همسایه هایی که در احاطه من است با من مناسبت منفی دارند. عادتا باید چی کرد؟ ما میگویم که یک پیاله چای، یعنی یک پیاله چایی که دعوت کنید و عادتا میگویم که برای معاشرت خوب با همسایه شیرینی روان کنید، شیرین شود مناسبت ها و یک پیاله چای سر دسترخوان معاشرت خوب رو البته تامین میسازد. این آنقدر دشوار نیست. در اینجا یک خواهش نیک، یک مناسبت مثبت لازم است، صمیمیت لازم است، نه اینکه رقابت، نه اینکه حسد، نه اینکه مثلا. عادتا همسایه ها در نزاع از روی کودکان می شوند. وقتی که فرزندان بین یک دیگر مثلا به نزاع می دارایند و من همین نزاعهای خردکه که بین کودکان اکثر وقت بین کلان سالان باز هم نزاع رو به وجود می آورد. دوباره ما در اینجا معلومات بسیار کم داریم که تحلیل کنیم که چی باید کرد، لیکن یک قدم گذارید، مناسبت مثبت کنید، نیک خواه باشید، این آنقدر مثلا مشکلات زیاد رو پیدا نمی کند، آنقدر مشکل نیست. میگویند که سخن نیک، سخن خوب، سخن شیرین آنقدر خراجات زیاد نیست. آدمان خوب ما را خوشبختی می آرند، آدمان بد ما را تجربه دار می نمایند، آدمان بدترین به ما درس می باشند و آدمان بهترین به ما خاطره های بهترین تحفه می کنند. هر یکی اش را قدر نمایی. تا بدبختی را نشناسیم، راهی به دست آوردن خوشبختی و نگاه داشتن را نمی آموزیم. بیننده های عزیز، این بود برنامه نوبتی روان درمانی. امروز به همه سوال های شما پاسخ گفتند روانشناس نفیسه یونسوف. همزمان شما می توانید طول هفته سوال های خود را به پشت الکترونی یا تلفن های ما که روی اکران های شما نمودار است روان نمایید. به همه سوال های شما روانشناسان ما حتما پاسخ می گویند.
تا دیدار نوبتی تنسیحت و خون آباد باشد.